اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سوره عنکبوت آیه 33 می‌فرمان که چون فرستادگان ما به صورت جوانان خوش‌هیکل نزد لوط آمدند، لوط از دیدن آنان سخت دلتنگ و اندیشناک شد. آنان گفتند هیچ نترس و غمگین مباش، زیرا تو و کسان تو را نجات خواهیم داد، غیر از همسرت که از باقی ماندگان خواهد بود. ما بر اهالی آن شهر به سبب فسق و فجوری که مرتکب می شدند عذابی شدید از آسمان فرو فرستادیم و از آن وقایع نشانه آشکاری برای جماعتی که عاقلانه فکر می کنند باقی گذاشتیم و برای هدایت مردم مدین برادرشان شعیب را به رسالت فرستادیم. آنگاه گفت ای مردم، خدا را پرستش کنید و به روز آخرت امیدوار باشید و در زمین مرتکب فتنه و فساد نشوید. قوم شعیب او را مورد تکذیب قرار دادند و به کیفر کفرشان شبانگاه به زلزله مرگبار گرفتار شدند و سحرگاه در منازلشان بی جان افتاده بودند و قبل از ایشان قوم عاد و ثمود را هلاک کردیم. آثار مساکن آنان برای شما معلوم و آشکار است و آنها را به چشم می‌بینید. شیطان اعمال قبیح آنان را در نظرشان زیبا جلوه‌گر ساخت و آنها را از راه حق باز داشت، با اینکه جماعتی بصیر و آگاه بودند. قارون و فرعون و هامان را هلاک کردیم. البته قبلاً موسی با حجتی روشن برای هدایت آنها آمد. باز در زمین بر مستضعفین تکبر و ظلم بسیار روا داشتند، اما نتوانستند بر حکم خدا پیشی بگیرند. همه آنها را به کیفر گناهانشان گرفتار ساختیم. بعضی را توند باد توأم با سنگ ریزه فرستادیم، بعضی را صیحه آسمانی فرا گرفت و بعضی را در زمین فرو بردیم و بعضی را در آب غرق کردیم. خدا هرگز به آنان ظلم نکرد، آنان به خودشان ظلم کردند. مسئله کسانی که خدا را فراموش کرده و غیر خدا را به دوستی و پرستش می گیرند همانند مثل خانه عنکبوت است که برای خود می سازد. البته سست‌ترین و آسیب پذیرترین خانه ها همانا خانه عنکبوت است اگر می دانستند. در حقیقت خدا آنچه را که به غیر او می خوانند و پرستش می کنند می داند و خدا بسیار مقتدر و با حکمت است و ما این ضرب المثل ها را برای مردم می آوریم تا حقایق بر آنان روشن شود، ولی جز دانشوران و اهل تحقیق در آن تعقل نمی کنند. خدا آسمان ها و زمین را به حق آفرید، مسلماً در آن نشانه هایی است برای کسانی که ایمان آورده اند. یا پیامبر، آنچه از قرآن بر تو وحی می شود به مردم بخوان
و نماز برپا دار، زیرا نماز انسان را از هر کار زشت و قبیح باز می دارد. البته خدا، البته ذکر خدا بزرگتر و برتر است و خدا آنچرا که به نام او و به یاد او انجام می دهید می داند. شما مسلمانان با اهل کتاب جز به طریق نیکو و پسندیده و منطق نرم بحث و مجادله نکنید، غیر از ستمکاران آنها، و به اهل کتاب بگویید ما به کتاب آسمانی قرآن که بر ما نازل شده و به کتاب شما ایمان داریم و خدای ما و شما یکیست و ما مطیع و تسلیم محض اوامر او هستیم و بدین سان ما قرآن را بر تو نازل کردیم و کسانی که به آنان کتاب آسمانی دادیم به قرآن نیز ایمان می آورند و از اینان مردم مکه کسانی هستند که به قرآن ایمان می آورند و آیات ما را جز کافر دلان انکار نمی کنند. و تو ای پیامبر قبلا نه کتابی خواندی و نه با دست خود خطی نوشتی، در غیر این صورت باطل پرستان و انتقاد کنندگان به شک و تردید می افتادند. لکن این قرآن آیات روشن پروردگار توست در سینه کسانی که از نور از خدا نور علم گرفتند و آیات ما را جز ستمکاران انکار نمی کنند. و کافران گفتند چرا معجزاتی از خدا از جانب پروردگارش برای او نازل نمی شود؟ بگو در حقیقت معجزات تماما نزد خداست و من اختار کننده و بیم دهنده آشکارم. آیا قرآنی که بر تو نازل کردیم و به آن تلاوت می شود برای آن کافی نیست؟ برای آنان کافی نیست و خواسته های آنان را تأمین نمی کند؟ مسلماً در آن رحمت و یادآوری است برای جماعتی که ایمان می آورند. بگو گواهی و حکم خدا میان من و شما کافی است و خدا آنچه را که در آسمان ها و زمین است به خوبی می داند و از آن آگاه است و کسانی که به باطل ایمان آورده اند و بر خدا کافر شده اند همانا در زیان و ضررند. یا پیامبر، منکران قیامت از تو درخواست تعجیل در عذاب می کنند. اگر وقت معینی برای آن تعیین نشده بود، هر آینه عذاب موعود به آنان می رسید. البته به طور ناگهانی خواهد رسید. آنها نمی دانند. از تو درخواست تعجیل در عذاب می کنند. در صورتی که دوزخ بر کافران احاطه کامل دارد، روزی که عذاب از بالا و پایین آنها را فرا می گیرد، آنگاه به آنان می گویند بچشید کیفر آنچه عمل می کردید. ای بندگان با ایمان من، ملک و زمین من بسیار وسیع است. شما هر جا باشید مرا با خلوص نیت پرستش و عبادت کنید. هر کسی طعم مرگ را خواهد چشید. سپس به سوی ما بازگشت خواهید کرد. و کسانی که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند، آنان را به غرفه های بهشتی در می آوریم که در آن نهرها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند. بهشت برای عاملین بهترین
پاداش است. آن کسانی که در برابر سختی ها و ناملایمات در راه خدا صبر و استقامت می ورزند و به پروردگارشان توکل می کنند. روزی رسان خداست و همیشه به او توکل کنید. چه بسیار از جاندارانی که قادر به تأمین رزق خود نیستند و خدا برای آنها و هم برای شما روزی می رساند و او شنوای داناست. و اگر از مشرکان بپرسی که آسمان ها و زمین را چه کسی آفریده و خورشید و ماه تحت امر مستقیم کیست، به یقین خواهند گفت خدا آنها را آفریده است، پس چرا از راه حق و حقیقت روی برمیگردانند؟ شده قضیه مذهبیون ملت ایران، اسم خدا میاد مثل اینکه اسم دشمنشون آوردیم، یعنی اونجور جبهه میگیرن و توهین میکنن. پناه به خدا میبرم. میفرمان که خدا رزق فراوان میبخشد، بر هر کس از بندگانش بخواهد تنگ روزی میگرداند. در حقیقت خدا بر هر چیزی دانا و آگاه است و هرگاه از آنان بپرسی چه کسی از آسمان آب باران نازل کرد و با آن زمین موات را زنده ساخت، قطعا خواهند گفت خداست. بگو حمد و ستایش مخصوص خداست، ولی اکثر مردم عاقلان فکر نمی کنند. زندگانی این دنیا بازیچه بیش نیست و زندگانی واقعی در آخرت است اگر مردم می دانستند. افراد مشرک وقتی سوار کشتی می شوند، امواج خروشان دریا آنها را تهدید به مرگ می کند، خدا را با اخلاص در دین می خوانند و او را به یاری می طلبند و چون از خطر دریا به ساحل نجات رسیدند، آنگاه برای خدا شریکانی قرار می دهند تا در برابر نعمتهایی که به آنان عطا کردیم کفر و ناسپاسی بورزند. پس به زودی نتیجه اعمال کفر آمیزشان را خواهند دید. مگر نمی بینند که ما حریم کعبه را محلی امن و امان قرار دادیم و حال آنکه در اطراف شهر مردم را مورد قتل و غارت قرار می دهند؟ آیا با این حال باز هم به باطل ایمان می آورند و به نعمتهای خدا کفر می ورزند؟ ستمکار تر از آن کس کیست که بر خدا نسبت دروغ بدهد و رسول خدا را که برای هدایت او فرستاده شده است مورد تکذیب قرار دهد؟ آیا کافران را جای در آتش نیست و کسانی که در راه ما با جان و مال جهاد کردند؟ ما آنها را به راه خیش هدایت می کنیم و خدا همواره با نیکوکاران است.